بنام یاد خدا، با عرض سلام برنده های عزیز، به سرویس خبری امروز از تلویزیون بامیان خوش آمدید. در آغاز سرخط اخبار. سیلاب در بامیان تلفات جانی و خسارات مالی در پی داشته است. خیلی خساره در مردم آورده است. مسیری که خیلی زمین تقریبا 100 جریب یا 80 جریب زمین مردم همه کشتکاری مردم از بین برده. حمله طالبان بر دایکندی، 12 جنگجوی طالبان و 4 سرباز پلیس کشته شدند. رویدادهای مثبت کرونا در کشور به 34,740 نفر رسید. و صادرات 30 میلیون دلاری برق از تاجیکستان به افغانستان و ازبکستان. مشروع اخبار. مسئولان اداره محلی ولایت بامیان میگویند که شب گذشته بارش باران با رعد و برق در بامیان آغاز شد و سبب جاری شدن سیلاب ویرانگر در مرکز بامیان و ولسوالی‌های شیبر، یکاولنگ، سیغان و کهمرد شده است. معاون ولایت بامیان افزود که در نتیجه جاری شدن سیلاب در قریه تاجکه مرکز بامیان یک نفر کشته شده و همچنان خسارات هنگفت مالی به باشنده‌های محل وارد کرده است. در نتیجه سیلاب مسیر بامیان کابل از طریق ولایت میدان وردک و همچنان مسیر ولسوالی سیغان بامیان مسدود شده و تلاش ها برای بازگشایی این مسیرها جریان دارد. شب گذشته در مرکز ولسوالی های این ولایت 10 جریب زمین، بیش از 20 خانه و کانال های آبیاری در بامیان تخریب شده است. گفتنی است که روز گذشته ولایت پنشیر نیز شاهد بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب بود که خسارت هنگفت مالی را به مردم وارد کرد، اما تلفات جانی در پی نداشت. تا 7.5-8 بجه خیلی خساره در مردم آورده است. مسیری که خیلی زمین تقریبا 100 جریب یا 80 جریب زمین مردم همه کشتکاری مردم از بین برده. در مسیر دریا که بوده که بیخی برده، وی که از مسیر دریا دور بودم در کلچه چی بوده یعنی از بین برده. ضرر خیلی رسانده، یعنی تکه و مکمل ها پر کرده. اگر همی سنگ نمی بودن سرگ هم برده بود او طرف. خیلی خساره کرده، باید اینجا دیوالا استنادی ساخته شد از این بعد ایتون منتظری نشو مرده. ای که اینجا فلان آب داخل شما داشته هسته ای؟ این ذخیره کچالو هسته. چه وقت اتفاق افتاده داخل اینه؟ این شب مقام های دولتی در ولایت دایکندی میگویند که جنگجویان گروه طالبان بر چندین پوسته این ولایت حمله کردند که 12 تن آنان کشته شدند. نقیب الله مالستانی، آمر امنیت فرماندهی پلیس دایکندی، روز یکشنبه 22 سرطان بر رسانه ها گفت که 10 جنگجوی طالبان بر چندین پوسته امنیتی ولسوالی پاتو حمله کردند که متحمل شکست شدند. آقای مالستانی افزود که این درگیری ها حدود 12 ساعت طول کشیده است و 4 سرباز پلیس نیز جان باخته و یک تن دیگر زخمی شده است. گروه طالبان طی 2 ماه اخیر چندین مرتبه از نواحی مختلف بر ولایت دایکندی حمله کرده و در برخی موارد غیر نظامیان را کشتند. در یک مورد جنگجویان گروه در منطقه سیاچوب ولسوالی بندر بعد از آتش زدن یک پای آنتن شرکت مخابراتی از سلام نگهبانی آن را کشتند.
این تحرکات طالبان باعث شده است که خیزش های مردمی در نقاط مختلف کشور در برابر طالبان تشکیل شود. وزارت صحت اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته از میان 637 نمونه گرفته شده از افراد مشکوک به ویروس کرونا نتیجه آزمایش 135 تن مثبت تشخیص شده است. این وزارت امروز سه‌شنبه 24 سرطان با نشر آمار روزانه مبتلایان ویروس کرونا میگوید با ثبت این رقم شمار مجموعه رویدادهای مثبت کووید 19 در کشور به 34740 رویداد افزایش یافته است. با گفته این وزارت در جریان یک شبانه روز گذشته 174 بیمار مبتلا به کرونا درمان شدند و 24 بیمار دیگر فوت کردند. بر بنیاد آمارهای رسمی وزارت صحت تاکنون در مجموع 21454 بیمار آلوده به کرونا صحت یاب شدند و 1062 تن دیگر جان باختند. این در حالی است که مبتلایان به کووید 19 در جهان به بیش از 13,400,000 تن رسیده، از این میان بیش از 575,000 تن فوت کرده و بیش از 7,700,000 تن بهبود یافتند. و خبر اخیر این که جمشید شادی شایم زاده معاون وزیر انرژی و منابع آب تاجیکستان امروز دوشنبه تا نشست خبری در تاشکند پایتخت ازبکستان اعلام کرد. تاجیکستان در نیمه اول سال جاری به کشورهای همسایه خود افغانستان و ازبکستان به ارزش 30.2 میلیون دلار 912.4 میلیون کیلووات برق صادر کرده است. وی افزود از این میزان برزش 23 میلیون دلار برق به افغانستان و 7.2 میلیون دلار نیز به ازبکستان صادر شده است. با این حال میزان صادرات برق این کشور به افغانستان و ازبکستان طی 6 ماه سال جاری نسبت به سال گذشته با 345 میلیون کیلووات ساعت کاهش به 912.4 میلیون کیلووات ساعت رسیده است. از سوی دیگر تاجیکستان قصد دارد تا پایان سال جاری 3 میلیارد کیلووات برق به افغانستان و ازبکستان صادر کند. گفتنی است که تاجیکستان سال گذشته 2.9 میلیارد کیلووات برق به ارزش 91.3 میلیون دلار به افغانستان، ازبکستان و قزاقستان صادر کرد. تشکر و سپاس. حال رسیدیم به پایان سرویس خبری امروز. تا سرویس خبری دیگر شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم.